سرخط مهمترین خبرها. یکی از افرادی نزدیک به عزت امان را در روسیه دستگیر کردند. واکنش ها به کوچاندن خانموزه تدریدین عینی و صحبت با آوازخان شناخته تاجیک ناباور چناروف. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. شروع میکنیم از یک خبری فوری که چند لحظه پیش به دست ما رسید. طبق گزارش ها دادستان یا پرکرور ناحیه درواز بختیار حق نظرزاده بر اثر آتش سوزی در منزلش جان باخته است. به گفته منابع رادیوی آزادی، حادثه شب گذشته در شهرک قلعه خم مرکز ناحیه درواز رخ داد. تفصیلات بیشتر حادثه تاکنون در دست نیست و مقامات هم تا به حال حادثه را به طور رسمی شرح ندادند. هنوز معلوم نیست که بختیار حق نظرزاده در چه شرایطی فوتیده است. منابع در درواز گفتند که تفتیش حادثه شروع شده است. بختیار حق نظرزاده از 5 سال به این طرف پرکرور یا دادستان ناحیه درواز ولایت مختاری کویستان بدخشان بود. او ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، سالها در دادستانی های ولایت ختلان، ناحیه های شهر توز، عبدالرحمن جامی، یاوان و پنج در سمت های مختلف کار کرده است. به اطلاع دریافتی، محمد خان ایگموف یکی از افرادی نزدیک به عزت امان را در شهری مسکو بازداشت کردند. چند از دوستان او با شرط فاش نشدن نامشان گفتند به ایگموف احتمال استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. نزدیکانش در دوشنبه میگویند یک هفته باز با او تماس ندارند. مقامات روسیه و تاجیکستان خبر را تصدیق یا رد نکردند. یکی از دوستان محمد خان ایگموف در مسکو به رادیوی آزادی گفت او را در بازداشتگاه موقتی رقم 4 در ناحیه مدودکوای پایتخت روسیه نگاه می‌دارند. همصحبت ما با شرط فاش نشدن نام گفت او در روی خط شخصانی هست که باید استرداد کرده شوند. کوشش ما برای فهمیدن اصل قضیه از مقامات روسیه تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان محمد خان ایگموف 14 نوامبر از دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند درباره بازداشت او خبر ندارند، ولی یک هفته باز با او تماس گرفتن نمی‌توانند. بعضی از کارمندان پیشین مرکز تاجیکان در مسکو گفتند محمد خان ایگموف سال گذشته در اوج پاندمی اختیاری یک مدت با ماشینش به آنها یاری رسانده است. بازداشت ایگموف در حال است که وکیل مدافع شناخته تاجیک شهرت قدرت روز 13 نوامبر از آن نگرانی کرده بود که احتمال روسیه با درخواست تاجیکستان او را به دوشنبه تسلیم کند. قدرت تقریبا 3 سال باز در روسیه به حمایت از حقوق مهاجران تاجیک مشغول بود و تا یک ماه پیش در سازمان مرکز تاجیکان کار میکرد. او ادعا دارد که به اطلاع دریافتیش یک گروه از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای بردن او به مسکو رفتند. یک نماینده مقامات گفت شهرت قدرتوف به همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی متهم می شود، اما خود قدرتوف این را رد کرد. در همین حال اداره شیرازدامدهی شهر سراتوف روسیه فعال شبکه های اجتماعی قدم اسمتوف را درباره بیکار شدن شهروندیش در آن کشور خبردار کرده است. اسمتوف 14 نوامبر به رادیوی آزادی گفت پیوسته در اینترنت از کمبودهای مقامات تاجیکستان می نویسد و بعد لغو شهروندیش از احتمال استرداد شدن به کشور نگران است. تصمیم مقامات برای به دیگر جا کوچاندن خانموزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی روبرو شد. بسیاری ها با یک صدا از مقامات طلب کردند که از این قرار خود دست کشند و خانموزه را تخریب نکنند. به این مضمون در شبکه فیسبوک چندین مراجعت نامه به نام رئیس جمهور و شهرداری دوشنبه نشر شد. اخیرا اتفاق نویسندگان، اتحاد معماران، بنیاد عینی و اتحاد آثارخانه های تاجیکستان هم با ارسال نامه دسته جمعانه به عنوان رئیس جمهور خواستار تخریب نشدن آثارخانه عینی در دوشنبه شدند. در پی این واکنش ها حکومت شهر دوشنبه گفت تصمیم خراب کردن خانموزه صدرالدین عینی نهایی نشده است. در واکنش شهردار دوشنبه دلیل پیشنهاد تخریب این بنا را ساختن آثارخانه نو و زمانوی در جای مناسب عنوان کردند. شهرداری بنیاد مهمانخانه یا دیگر انشاءات در جای خانموزه را رد کرده است. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرام رادیو زودی دسترس کنید. رادیوی از پلوس تصمیم گرفته است بعد چند سال تأخیر در شهر دوشنبه مراسم ترانه سال را برگزار کند. این شبکه تا سال 2006 آزمون سرودی سال برگزار میکرد، ولی در پی مخالفت وزارت فرهنگ تاجیکستان در رابطه با استفاده این نام آزمون از ادامه آن خودداری کرد. سنه برگزاری آزمون نو هنوز دقیق نیست، ولی مسئولین رادیوی از پلوس گفتند آزمون تا آخر ماه دکبر دایر میشود. خبرنگاران رادیوی آزادی در آستانه آزمون ترانه سال با یکی از نامزدهای این چهارمین آوازخوان شناخته ناباور چناروف صحبت کردند. پاره از این صحبت را همراه میبینیم.
نخست نوباور با برنامه ما خوش آمدید و میخواستم بپرسم که شرکت رادیویی آسیا پلوس تصمیم داره تا آخر سال مراسم ترانه سال که در گذشته با نام سرود سال مشهور بود برگزار کند و شما یکی از داوطلبان اساسی برای پیروزی در این مراسم هستید. میخواستم نظر شما رو بپرسم که اصلا برگزاری چنین آزمون ها به رشد صنعت استراده تاجیک مساعدت میکند یا نه؟ خیلی درست است. من از اول از همون سرود سالی که اول تشکیل کرده بودند سال فکر میکنم 2002 بود یا 2003 اولینش، ما در همه سرودهای سال یعنی که یک توی سرود ما موفق شد، یعنی که اشتراک داشتیم. خب چی در بابت چخیل گذشت در امون دوره در امون وقت من میتونم با پرگی گفتن که بسیار بسیار بدرجه بلند گذروندن از پلوس همین کورا امین بود. خود همین آزمون، من این آزمون گفتن نمیتونم چون که آزمون من خود آزمون اونقدر نزد نمیبینم. آزمون یعنی که این مسابقه هست در حقیقت اونقدر چیز، چون که این هنر است، این صنعت است. این آزمون اگر ما بگیریم یک هنرمند حتما یک هنرمند مخلصان خود دارد و اون هنرمندی که تماما یک مشهوریت دارد که این مخلص این کس، این مخلص این کس است، شاید که این مشهورترین را نمیشناسد و قبول هم نمیکند. یعنی که این مسابقه نه آزمونه، یعنی که یک سروده که در طول سال پیدا شد و خیلی مشهور شد و قابل قبول مردم شد و ما در همون دوره در هر سال یک تا سرود ما قابل قبول مردم شد و خیلی مشهورم شد و برای هنرمندان تاجیک همون دوره بسیار یک تکان خوب و تکان بخش بود. یعنی که در هنرمندان مجبور شدن، یعنی که یک چیز داد، استیمول، یک تکان بخش بود، یک اسلوب پیدا کردن هنرمندان. برای مثال همون دوره اگر ما بگیریم به طور کنکریت، اگر بگیریم خود مثال رویه ذکر الله پیدا شد، سرور الدین فوزلوف پیدا شد، منیژه دولت و پیدا شد. این یک رویه پیدا شد، در همه رویه پیدا کردن، طرز بسانه بر آمدن و من یک خوش تکان خوش بود، خوشرو بود و بعدتر استا شاید نمیدونم چی شد، گوم از بین رفت همون چیز و امروز که دوباره میخواد از پلوس این چیز رو برقرار کنند خیلی اقدام خوب است، ولی یک مفهوم است، مفهومی که چی میگن فرمات، با فرمات امروزه با چورچوب، با یک البته که بسیار خوب میشد که با درجه عالی که عصر 21 است، یک طلبات مخصوص خوشبختانه تالارو داریم. اون دوره که این سویت و این اروش سانه یا دورم تو خب بعضی وقت از علمات ها میوردن، از مسکو میوردن، امروز خوشبختانه این چیزو دسترس هستن. بینندگان عزیز، شما درباره کمبود برق زیاد به ما می نویسید. مسئله تامین برق همچنان در کشور ادامه دارد، هرچند شرکت برق تاجیک جاری شدن لیمیت یا محدودیت را رد می کند، اما ساکنان می گویند شبانه روز تنها 8-9 ساعت برق می گیرند و خلاص. در دو روز اخیر برق از ساکنان شهر دوشنبه هم شکایت دارند که نصف شب انتقال برق به منزل آنها قطع می شود. ساکنان در حالی از کمبود برق شکایت می کنند که سردی ها در کشور فرا رسیده است. مسئولین شرکت برق تاجیک با تکرار میگویند قطع شدن انتقال برق به خاطر کارهای تعمیری است، اما مشخص نیست که این کارهای تعمیری کی به انجام میرسند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در صورت دسترس شدن خبر دقیق شما را در جریان میگذارند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت در مرز کشورش با روسیه نزدیک 100 هزار سرباز روسیه جایگیر شده است و افزود کشورهای غربی به کیف اطلاع دادند که ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین فعال شده است. در این باره خبرگزاری ها روز 13 نوامبر با تکیه به سامانه پرزیدنت اوکراین خبر دادند. به نوشته سامانه صدای آمریکا، حرکت ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی کیف و کشورهای غربی را به بار آورد. اوکراین و غرب نگرانند که روسیه احتمال به اوکراین حمله خواهد کرد. مسکو این احتمال ها را اغوا نامیده، از افزایش فعالناکی ناتو در منطقه اظهار نگرانی کرد.
بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا میگیرد. پانزدهمین نویبر سال 1972 یکی از نه چرخه یا اگریگت نیروگاه برق آبی نورک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نورک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نوامبر سال 1995 نظامیانی دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادمی میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نوامبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثری آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه های سوریه و عراق نگهداری می شوند. امروز قرب رسمی دلار آمریکایی در برابر سامانه کمی بلند شده است. ارزش روبل روسی باشد پایین رفته است. حالا در بانک های تاجیکستان 100 دلار آمریکایی را به 1129 سامان 75 درم عوض می کنند. 1000 روبل روسی باشد به 155 سامان 60 درم برابر است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان برنامه نوید بامداد. شما همیشه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.mobi پیدا کنید. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان.